متین، حمله موشکی سپاه پاسداران به عراق چه تبعاتی رو برای جمهوری اسلامی به دنبال داره و آیا مشخصا منجر به کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق خواهد شد؟ خب تا اونجایی که به آمریکا برمیگرده، اونا اعلام کردن که هیچ خسارتی به تأسیسات یا پرسنل اونها وارد نشده و به نظر میرسه این بیانیه رو طوری به اصطلاح فرمول بندی کردن که الزام آمریکا رو به پاسخگویی کم بکنن یا نیازی به این نبینن، و این به نظر میرسه دقیقاً چیزی هست که ایران هم مد نظرش بوده، با توجه به اینکه خیلی از گزارش‌ها که از این هستن که قبلاً به آقای مسعود بارزانی و مقامات اقلیم خبر داده شده بود که همچین حمله‌ای در راه هست، و در نتیجه می‌بینیم که علی‌رغم اینکه 12 موشک بالستیک به اونجا برخورد کرده، کسی کشته نشده. یعنی منظورم این است که آمریکا به نظر نمی‌رسه واکنشی نشون بده، به خصوص با توجه به اینکه هنوز مسئله برجام اینکه منعقد خواهد شد و احیا خواهد شد یا نه کاملاً مشخص نیست، و حتی مقامات ایرانی از به طور مشخص آقای شمخانی از تداوم حضور ایران در مذاکرات سخن گفتن. در مورد خود عراق قطعا بیشتر از به اصطلاح پیامی که جمهوری اسلامی خواسته از طریق این موشک‌ها به مقامات اقلیم بده، یک پیامش هم این هست در عرصه سیاست داخلی که ما حضور داریم و تشکیل دولت بدون شرکت یا حضور پررنگ یا حداقل متناسب نیروهای نزدیک به ایران در عراق برای ایران قابل پذیرش نیست، و این رو ما در رابطه با فشارهایی که ایران سعی کرده بر جنبش صدر که اکثریت پارلمانی داره و همچنین همپیمان کردیش حزب دموکرات کردستان عراق، حتی قبل از این حملات هم دیدیم که سعی کردن مانع ائتلاف بین این دو جریان بشن که یک حکومت منهای به اصطلاح نیروهای نزدیک به ایران تشکیل بشه در بغداد. حالا با توجه به اینکه سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که عراق تبدیل به کانونی برای تهدید جمهوری اسلامی شده، آیا باید بعد از این منتظر تقابلات سیاسی بین این دو کشور باشیم، ایران و عراق؟ خب آقای کاظمی نخست وزیر فعلی به یک چهره ملی‌گرای عراقی مشهور است که سعی می‌کنه استقلال سیاسی عراق رو در رابطه با کشورهای همسایه و ایران به طور مشخص احیا بکنه. به عنوان یک چهره نزدیک به آمریکا شناخته میشه در ایران و منطقه، حتی بعضی از مقامات ایرانی در گذشته متهم کردن ایشون رو و همچنین دستگاه‌های اطلاعاتی حکومت اقلیم کردستان عراق رو به دست داشتن در به اصطلاح کشته شدن قاسم سلیمانی توسط آمریکا در 2 سال پیش. به این دلیل خب جمهوری اسلامی قطعا ناخشنود هست از اینکه کسی مثل اون یا جریان‌های نزدیک به کاظمی بتونن دست بالا رو در سیاست عراق داشته باشن، اما اینکه واقعا چیدمان نهایی سیاست عراق چطور خواهد شد برمیگرده به اینکه واقعا جنبش صدر حزب دموکرات کردستان عراق و نیروهای سنی که در حال تشکیل دولت یک اکثریتی هستند. در گذشته همه دولت‌ها به اصطلاح توافقی بوده، به نوعی تقسیم قدرت صورت گرفته سوای وزنشون در پارلمان. این بار آقای صدر میخواد که این رویه رو تکرار نکنه و یک دولت اکثریتی تشکیل بدن که با توجه به ترکیب نمایندگان پارلمان قطعا از ایران دور خواهد بود، و اینکه واقعا این دور شدن سیاست عراق از ایران چه واکنشی رو از سوی ایران در دراز مدت یا میان مدت داشته باشه باید دید، ولی این حمله اربیل یکی از نشانه‌هایی است که ایران نمیخواد حتی به قیمت درگیری نظامی یا دخالت‌های بیشتر نظامی هم شده اجازه بده که همچین تحولی رخ بده، ولی خب قطعا همه چیز در دست ایران نخواهد بود در تشکیل حکومت. آقای متعی، بخوام یه ارزیابی کلی و کوتاه از عواقب بین‌المللی دیگه که این حمله به دنبال خواهد داشت برای جمهوری اسلامی چه ارزیابی دارید؟ من فکر میکنم که با توجه به اینکه پرسنل غربی و آمریکایی کشته نشدن، ما واکنش خاصی واکنش علیه ایران نخواهیم دید، غیر از اینکه آمریکا گفته دفاع موشکی منطقه رو در کردستان عراق و عراق تقویت خواهد کرد، دفاع ضد هوایش رو و کمک‌های نظامی خواهند کرد. ولی من فکر میکنم همه چی بستگی به این داره که نهایتاً سرنوشت برجام چه خواهد شد. اگر احیانا به توافق نرسن و کل این ماجرای برجام به اصطلاح از هم بپاشه، اون موقع ما احتمالاً واکنش‌های شدیدتری خواهیم دید اگر ایران دست به حرکات مشابهی بزنه در آینده. سپاسگزارم از همراهی و توضیحات شما. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس که از برایتون همراه ما بودید.